آنچه در یک ساعت آینده می‌بینید برنامه است که با هدف آشنایی با برنامه‌های شبکه تلویزیونی رها تهیه شده است. شما می‌توانید برنامه‌های این شبکه را از طریق ماهواره یوتلسات تماشا کنید. برنامه‌های تلویزیونی رها بر روی فرکانس‌هایی که مشاهده می‌کنید برای گیرندگان در ایران قابل دریافت است. تقاضا می‌کنیم هر گونه نقص فنی در دریافت این برنامه‌ها را از طریق ایمیل info@rahatv.tv به ما اطلاع دهید. شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را درباره برنامه‌های تلویزیون از طریق همین ایمیل به ما منتقل کنید. شما همچنین می توانید از طریق وبسایت ما به نشانی rahatv.tv با برنامه‌های تلویزیونی رها آشنا شوید و با ما در ارتباط باشید. سلام، من علی اصغر رمضان پور هستم، مدیر و سردبیر ارشد تلویزیون رها، تلویزیونی که بسیار خوشحال هستم که با کمک گروهی از بهترین روزنامه‌نگاران، برنامه‌سازان، هنرمندان و دست‌اندرکاران فنی تلویزیون که ما تونستیم در خارج از کشور مهیا بکنیم، آماده پخش برنامه‌هامون برای شما هستیم. تلویزیون رها هم مثل هر رسانه دیگه‌ای در درجه اول نیازمند ارتباط با شماست، نیازمند حمایت و راهنمایی و همکاری شماست تا بتونه برنامه‌هایی رو که در خور ملت بزرگ ایران باشه برای اونها فراهم بکنه. از همراهی شما با تلویزیون رها متشکرم. هموطنان عزیز، با درود به همه شما در داخل و خارج از کشور. از آنجا که در شرایط فعلی در داخل ایران تأسیس و اداره یک رسانه تلویزیونی مستقل و آزاد غیر ممکن بوده و هست و از آنجا که تلویزیون‌های خبری و اجتماعی با امکانات گسترده در خارج از کشور متعلق به دستگاه‌های دولتی خارجی می باشد و چون استقلال یک رسانه از هر آگهی تجاری، منابع مالی دولت‌ها و شرکت‌های خارجی یا هر سرمایه گذاری دیگر یکی از شرایط اولیه یک رسانه مردمی می باشد، خیلی زود به این نتیجه رسیدم که تأسیس یک تلویزیون مستقل و آزاد امری ضروری است. همیهنانم، در این راستا در مدت 9 ماه گذشته برای راه اندازی یک رسانه مردمی اقدامات لازم را به انجام رسانده ایم. تا اینک امروز تلویزیون رها را به خانه های شما بیاوریم. امروز پس از 9 ماه تلویزیون رها در حالی کار خود را شروع می کند که تجربه بهار عربی نشان داد که چگونه مردم عادی با کمک گرفتن از رسانه های آزاد و مردمی و به ویژه تلویزیون های ماهواره‌ای بانی بزرگترین تحول جهان عرب شدند. ملت ما نیز در جنبش سبز به صورت گسترده تر از قبل نشان داده اند که ایرانی دیگر می خواهند. ایرانی آزاد و قدرتمند. ما این ندای رهایی را شنیده ایم و با همت و همیاری مردم ایران زمین رسانه ای خواهیم بود برای همه ایرانیان تا در این زمان سرنوشت ساز تاریخی از طریق بازتاب بیطرفانه دیدگاه های گروه ها از روشنفکران و صاحب نظران تا اقشار مختلف جامعه ایران وظیفه خود را در راه رهایی کشور و بنای ایرانی در شأن ملت بزرگ ایران انجام دهیم. تلویزیون رها رسانه‌ای مترقی و دریچه‌ای روشن به سوی آینده است. آینده‌ای که برای ملت ما شروع شده و مسئولیت سازندگی آن بر دوش ما
مردم ایران و به ویژه جوانانی است که مسئولیت بزرگ و تاریخی ساختن آینده ملت ما را در دست دارند. در پایان به روشنفکران و نخبگان، روحانیون و نیروهای نظامی و انتظامی، به ویژه سپاه و ارتش که به آینده دیگر و شایسته ملت بزرگ ایران فکر می‌کنند، درود می‌فرستم. همچنین از تمام آنهایی که تأسیس این تلویزیون را امکان پذیر کردند و کسانی که در این زمان تاریخی در راه آزادی ایران و در کنار ملت بزرگ ایران، اعم از روزنامه نگاران، هنرمندان، فیلمسازان، جامعه ورزشی و وبلاگ نویسان مستقل که نقش خود را با همکاری در این تلویزیون ملی بازی خواهند کرد، تشکر می‌کنم. مهسا هستم. به تازگی کار خودم رو در تلویزیون رها شروع کردم. همونطور که تلویزیون رها برای شما جدیده، برای من هم تازه است. برای همین تصمیم گرفتم تا با بچه های رها بیشتر آشنا بشم.
میخوام ازشون بپرسم که تلویزیون رها از کجا شروع شد و چه برنامه هایی برای ما دارن. با هم میبینیم. درود، من احمد رفعت، تهیه کننده و مجری تفسیر خبر هستم، برنامه‌ای که هر روز با میهمانانش به خانه شما خواهد آمد تا با هم مسائل ایران، منطقه و جهان چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. آقای رفعت، شما تهیه کننده و مجری برنامه تفسیر خبر هستید که روزانه بعد از اخبار پخش خواهد شد. هدف از پخش این برنامه چیه؟ ما در نظر داریم که بینندگان تلویزیون رها فقط خبر رو گوش ندن، بلکه بدونند، آگاه بشن پشت خبر چیه، دلیل یک واقعه چیه. بنابراین ما سعی خواهیم کرد که ما برای خبر بریم و اونها رو از آنچه که باعث اتفاق این خبر شده آگاه بکنیم. چه موضوعاتی در این برنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ ما نمیخوایم فقط در رابطه با مسائل سیاسی صحبت کنیم. ما در مورد مسائل ایران و جهان، به ویژه منطقه، در رابطه با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و چرا که نه هنری هم صحبت خواهیم کرد. میهمانان شما در این برنامه چه کسانی خواهند بود؟ ما تلاش خواهیم کرد که کسانی رو بیاریم که در مورد موضوعی که میخوایم صحبت کنیم اطلاع داشته باشن، کارشناس باشن. بنابراین ما سعی خواهیم کرد نه فقط کسانی که فعال سیاسی هستند در این برنامه میزبانشون باشیم، بلکه هنرمندان، نویسندگان و حتی کارشناسان خارجی هم اگر لازم باشه به استودیو بیاریم و اینها در رابطه با مسائلی که صحبت میکنیم مورد بررسی قرار میدیم نظرشون رو بدن که بینندگان ما بتونن اطلاعات جامع‌تری در رابطه با اون مسئله داشته باشن. من سحر هستم و به تازگی کار در شبکه رها رو شروع کردم. اجرای مجله فرهنگ این شبکه به عهده منه. پس به سراغ تهیه کننده این برنامه میریم تا اطلاعات بیشتری در این باره کسب کنیم. محمد، گفتگو رو با نگاه کلی شما به مقوله فرهنگ شروع می‌کنیم. میشه یک کمی در این باره برای ما توضیح بدین و همچنین در مورد شیوه کارتون؟ بله حتما. خب نگاه ما به فرهنگ طبیعتاً زیر مجموعه نگاه کلی به حاکم بر این تلویزیونه. ما سعی خواهیم کرد که تا حد ممکن نگاه فراگیر و همه جانبه به مقوله فرهنگ داشته باشیم. و در مورد شیوه کاری هم من میتونم به صورت کلی بهتون بگم که ما در این برنامه کوشش خواهیم کرد تریبونی در اختیار اهالی فرهنگ و هنرمندانی قرار بدیم که گمان میکنن حرف و ایده خاصی برای بیان دارن، ولی متاسفانه رسانه‌ای برای بیان حرفهاشون سراغ نکردن. ما کوشش میکنیم که این خلل رو جبران بکنیم و اون تریبون رو در اختیارشون بگذاریم. چه چیزی این برنامه رو متفاوت میکنه، مخصوصا در مقایسه با برنامه های مشابهش در برنامه های شبکه های فارسی زبان دیگه؟ خب اگر شبکه های فارسی زبان دیگه، منظور شبکه های فارسی زبانی که در خارج از ایران فعالیت میکنن، که یعنی من فکر میکنم ما میتونیم با اونها خودمون رو قیاس بگیریم، برای اینکه به هر حال ما از بیرون ایران و برای مخاطبین ایرانی داریم برنامه میسازیم، بنابراین از یک سری مسائل در مضیقه هستیم خواهی نخواهی. اما در مقایسه با برنامه هایی که در اینجا دارن تولید میشن، من میتونم چند تا عامل، چند تا مشخصه خاص رو مثال بزنم که ما رو متفاوت خواهد کرد از اونها، یعنی از باقی برنامه های فرهنگی. نخست اینکه ما کوشش خواهیم کرد که به فرهنگ غیر رسمی و به اصطلاح
زیرزمینی هم نگاه بکنیم. دوم اینکه ما یقیناً جذابیت‌های فرهنگی جامعه غرب رو هم لحاظ خواهیم کرد. من به گمانم این فرهنگ که حالا میزبان ما و بسیاری از فرهنگ‌های دیگه هست، سابقه تاریخی درازی داره و خیلی حرف داره برای گفتن. ما از این هم خواهیم گفت. و قسمت سوم هم این هستش که ما سعی میکنیم که به جستجوی فرهنگ در دل زندگی روزمره مردم هم بریم و اونجا که فرهنگ با زندگی آمیخته میشه از اونجا حرف بزنیم و برنامه تهیه بکنیم برای بیننده هامون. به نظر شما چه خصوصیاتی، چه نشانه هایی یک برنامه رو موفق میکنه و آیا شما فکر میکنید که این برنامه یه برنامه موفق از آب در بیاد؟ خب اگه نظر شخصی من داری میپرسی، من میتونم بگم که به نظر من موفقیت خیلی مفهوم گنگیه در ادبیات فارسی و بسیار چندگانه است مفهومش. اما حالا از این دغدغه‌های فلسفی شخصی که بگذریم، به زبون ساده من فکر میکنم اگه برنامه‌ای مخاطباشو بشناسه، نیاز مخاطباشو درک بکنه و در جهت رفع اون نیازها گام برداره، میتونه برنامه موفقی باشه. و الزاماً راجع به یک برنامه فرهنگی، علاوه بر اونایی که گفتم، خب طبیعتاً یه برنامه فرهنگی باید به غنای فرهنگی مخاطبینش کمک بکنه. من فکر میکنم که بهتره بگم امیدوارم که ما در این راه بتونیم قدم بذاریم و این کار رو بکنیم. ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. مرسی از تو، مرسی از وقتت. درود بر شما. سبز، آبی، سرخ، سه رنگ نشانه از سه تمایل که در میان آدم‌های مختلف وجود داره. بعضی وقتا خودشو در پرچم‌های سرخ نشون میده، بعضی وقتها در باندهای سبز و بعضی وقتها در برچسب‌های آبی. فرق نمی‌کنه. همه کسانی که در صحنه سیاست هستن خودشون رو با رنگی یا نشانه‌ای توصیف می‌کنند. اما به هر حال همه اونها بازیگران سیاست هستند و کسانی که شکل میدن تحولات سیاسی رو. ما در برنامه سبز، آبی، سرخ در مجله سیاسی تلویزیون رها این بار نگاه میندازیم به بازیگران اصلی سیاست. اگر برگردیم به نخستین مجلس ایران پس از مشروطیت، میبینیم که جناح بندی های اصلی در ایران از اونجا ریشه گرفت. اما بعد از اون در قالب احزاب و گروه های مختلف در حدود 100 سال ادامه پیدا کرد. اما بازیگران اصلی این 100 سال سیاست مدرن در ایران چه کسانی بودند؟ ما در سبز، آبی، سرخ سعی می‌کنیم تا با رفتار این بازیگران اصلی صحنه سیاست در ایران آشنا بشیم. یکی ممکنه جمهوری خواه باشه، یکی ممکنه محافظه‌کار باشه، یکی ممکنه انقلابی باشه و یکی ممکنه اصلاح طلب و یا برانداز و یا هر برچسب دیگه‌ای رو که به افراد بزنیم. اما مهم اینه که همه اونها کسانی هستند که انسان بودن اونها به اونها حق و اراده لازم برای بازی کردن در صحنه سیاست رو میده. با ما باشید تا به بازیگران اصلی صحنه سیاست در ایران سری بزنیم. یکی از چیزهایی که از ابتدای ورودم توجه من خیلی به خودش جلب کرد، ویژگی‌های مجله ورزشی بود. برای همین تصمیم گرفتم که به سراغ تهیه کننده مجله ورزشی برم و باهاش گفتگوی کوتاهی داشته باشم.
جاوید جان، میشه به ما بگی لطفاً که مجله ورزشی از چه بخشایی تشکیل شده؟ اسم مجله ورزشی ما توان هست و یک مجموعه 40 دقیقه‌ای خواهد بود. ما سعی می‌کنیم در این مجله در آن واحد که به لیگ برتر یا مرور فنیش می‌پردازیم، سری هم به اقصا نقاط دنیا و در واقع آشنایی با ورزش حرفه‌ای بزنیم. به مرور فنی اشاره کردی، میتونی توضیح بدی که منظورت از مرور فنی چیه؟ به اتفاقات لیگ برترمون نگاه خواهیم کرد، اتفاقاتی که منجر به ثمر رسیدن یک گل یا ثمر نرسیدنش میشه. به وسیله تصاویر و انیمیشن اون دلایلش رو پیدا میکنیم و مخاطبینمون نشون خواهیم داد. تو صحبت در واقع به ورزش حرفه‌ای هم یه اشاره کوچیکی کردی، میتونی بگی که این هدفت رو چجوری میخوای عملی کنی؟ تصمیم داریم به دانشگاه سر بزنیم به نحوه تدریس در واقع رشته ورزش و روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط با ورزش در دانشگاه‌ها. به باشگاه‌ها بریم، با ساختار یک باشگاه، نحوه طبیعت بازیکنان، مربی‌ها آشنا بشیم و به باشگاه‌های حرفه‌ای ورزش برای مردم سر بزنیم، اینکه یک چه شکلی یک شهروند در طول روز میتونه از ساعات خودش برای ورزش کردن بهره ببره. ممنون از توضیحاتت. سلام، من نازنین کاظمی هستم از اتاق خبر تلویزیون فارسی رها. اتاق خبر ما یک اتاق خبر 24 ساعت است. روزنامه نگاران مستقل و شهروند خبرنگاران بسیاری در گوشه و کنار دنیا به ما کمک میکنن تا بتونیم اخبارمون رو 24 ساعت آپدیت کنیم. از بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، پدیده شهروند خبرنگار در رسانه ها و مطبوعات ایران جای خودش رو باز کرد. پس اگر شما هم یکی از اون شهروند خبرنگارها هستین، با ما تماس بگیرید. شما میتونید به ما ایمیل بدین یا از شماره تلفن هایی که در وبسایتمون هست استفاده کنین، خبرها و عکس هاتون رو به ما برسونید. چند روزی بیشتر به شروع پخش برنامه‌های تلویزیون رها نمونده. توی این فرصت من تونستم دو تا از پرمشغله ترین دست‌اندرکاران تلویزیون رو به استودیو بیارم و ازشون سوالاتی بپرسم که مطمئنم برای همتون جالب خواهد بود. آقای احمد رفعت، روزنامه نگار و مجری برنامه تفسیر خبر، و آقای علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار و مدیر شبکه. خسته نباشین. آقای رمضان‌پور، آقای رفعت، اگه ممکنه برای بیننده‌های خوبمون توی خونه توضیح بدین که این تلویزیون با چه هدفی کلن تأسیس شده و شما کلن چرا فکر میکنین که وجود یک تلویزیونی مثل رها در بین تلویزیون‌های بیشمار ایرانی که وجود داره خالی بوده؟ والا من فکر میکنم که تلویزیون‌های ایرانی در خارج از کشور اگه ما طبقه بندی کنیم، یه گروه تلویزیونایی هستند که وابسته به سازمان‌های خبری و یا دولت‌های خارجی هستند و اینها تلویزیون‌های فارسی زبانن، تلویزیون ایرانی نیستن. یک بخش از تلویزیون‌هایی هستند که تلویزیون‌های کامرشال یا تجاری هستند که وظیفه‌شون پخش فیلم، هدفشون پخش فیلم، پخش موسیقی و یا چیزهای دیگه است که بسیار هم خوبه، ولی تلویزیون خبری نیستن. گروه سوم که تلویزیون‌های خبری هستند در حقیقت وجود ندارن به اون صورت، چون به خاطر کمبود امکانات نتونستن جای برای خودشون باز کنن. رها میخواد اولین تلویزیون ایرانی باشه که ضمن پخش خبر و برنامه‌های سیاسی، برنامه‌هایی هم در زمینه‌های فرهنگی، موسیقی، تئاتر و سینما پخش کنه و جای این چنین تلویزیونی من فکر می‌کنم تاکنون در جهان رسانه‌های ایرانی خارج از کشور خالی بوده و البته ما امیدواریم که با تلاش همکارانمون بتونیم اینجا رو پر کنیم و پاسخگوی این احتیاج مردم ایران باشیم که با توجه به شرایط حاکم در ایران و اینکه عدم آزادی راه انداختن تلویزیون‌های خصوصی، تاکنون اینجا رو هیچکی نتونسته به هیچ صورتی پر بکنه. اگر اجازه بدید من به گفته‌های آقای رفعت اینو اضافه بکنم که ما این تلویزیون رو در واقع به ضروره
یعنی از روی اجبار داریم خارج از کشور راه اندازی میکنیم، وگرنه این یک خواسته دیرینه بوده، همونطور که آقای رفعت اشاره کردن در ایران که مردم میخواستن یک تلویزیون مستقل و آزاد داشته باشن، برای اینکه تلویزیونی که در ایران به عنوان تلویزیون ملی ایران شناخته میشه یک تلویزیون تحت کنترل شدید و سانسور دولت و عملاً گروه‌های مختلف مردم در اون راه ندارن. به همین دلیل از سالها پیش خواسته راه اندازی یک تلویزیون مستقل و مردمی در ایران مطرح بوده، از طرف آقای موسوی که الان در زندان به سر میبره، از طرف آقای کروبی و از طرف چند تن دیگه از شخصیت‌های سیاسی این مطرح شده، ولی هیچ وقت فرصتش در ایران نبوده. بنابراین ما فکر می‌کنیم که ما داریم پاسخ میدیم به این نیاز طبیعی مردم ایران که میخوان تلویزیونی داشته باشن که مستقل و فراتر از اون حدی که سانسور دولتی ایران در واقع اعمال میکنه به معرفی ایران بپردازه، به انعکاس مستقل و آزادانه رویدادهای ایران بپردازه و به برنامه سازان و هنرمندان ایرانی اجازه بده که فعالیت مستقل تلویزیونی داشته باشن. اگه ممکنه واسه بیننده همون توضیح بدین که این برنامه هایی که در رها ما خواهیم داشت شامل چه ویژگی هایی هستن و چه خصوصیاتی دارن؟ من فکر میکنم اولین ویژگی که ما سعی میکنیم در تلویزیون رها دنبال بکنیم این هست که بر اون چیزی که من اسمش رو میذارم ادامه سانسور دولتی ایران در خارج از ایران غلبه بکنیم. واقعیت اینه که در حال حاضر تلویزیون هایی که در خارج از ایران فعالیت میکنن اگرچه از نظر ظاهری خارج از ایران هستند، ولی به دلیل اینکه حکومت ایران سایه تهدید خودش رو بر سر همه کسانی که با تلویزیون‌های خارج از ایران همکاری می‌کنن گسترده کرده و به دلیل فشاری که بر مردمی که در درون ایران سعی می‌کنن با تلویزیون‌های بیرون از ایران ارتباط داشته باشن وارد می‌کنه، در واقع به نوعی سانسور خودش رو ادامه داده به خارج از ایران. ما سعی می‌کنیم تا حدی بر این سانسور غلبه بکنیم و تلویزیونی را بیاندازیم که متعلق به همه مردم ایران باشه. ما گروه های مختلفی داریم از مردم، از نظر باورهای دینی، از نظر باورهای اعتقادی، از نظر موضع‌گیری سیاسی، ممکنه مخالف حکومت باشن، ممکنه اصلاح طلب باشن، ممکنه جمهوری خواه باشن، ممکنه مشروطه طلب باشن، ممکنه هر دیدگاه به اصطلاح خاص سیاسی داشته باشن، ولی مهم اینه که همه اونها ایرانی هستند و این تلویزیون باید بازگو کننده نظرات همه ایرانی ها باشن، چه در داخل ایران چه خارج از ایران. برنامه هایی که ما در تلویزیون داریم به چه صورت، شامل چه برنامه هایی میشه؟ من در مورد برنامه ها فراموش کردم این نکته رو بگم. ما دو بخش برنامه خواهیم داشت. یک بخش از برنامه های ما در واقع بازتاب دادن رویدادهایی است که در ایران اتفاق میفته و یا مربوط به ایران هست، از طریق خبر یا تفسیر خبر که آقای رفعت در واقع اون رو اداره خواهند کرد. ولی بخش دیگه از برنامه های ما برنامه هاییه که در واقع نوعی توجه به قشرهای مختلف جامعه ایرانیه، توجه به مسائل اجتماعی ایران از طریق یک مجله اجتماعی که خواهیم داشت، توجه به مسئله ورزش و سازمان ورزش در ایران هست و مشکلاتی که سازمان ورزش داره که اتفاقا همین روزا در این جریان المپیک ما به خوبی شاهد اون هستیم، از خلال برنامه مجله ورزشیمون. یک مجله فرهنگی خواهیم داشت که فکر میکنم که بسیار جذاب خواهد بود، به خصوص برای جوانان، برای اینکه سعی کردیم این برنامه قدری صمیمی‌تر از اونی باشه که معمول هست در تلویزیون‌ها و به جنبه‌های ملموس‌تر در زندگی توجه بکنیم. همینطور توجه کردیم به تاریخ ایران، به هویت ایران از طریق ساختن برنامه‌هایی در مورد پیشینه تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران. توجه ویژه‌ای هم به موسیقی کردیم، چه موسیقی در واقع فاخر و عمیق‌تر و چه موسیقی که در ایران حتی به عنوان موسیقی زیرزمینی شناخته میشه. به طور خاص سعی کردیم به جوانان توجه بیشتری داشته باشیم در برنامه هامون. یکی از اصول رسانه بی‌طرفی هست. آیا ما در تلویزیون رها نگاه سیاسی ویژه‌ای رو دنبال خواهیم کرد و یا طرفداری از سیاست ویژه‌ای خواهیم کرد، یا اینکه ما هم بی‌طرف خواهیم بود؟ ببینین، بی‌طرفی وجود نداره. هر انسانی که عقل داشته باشه راجب مسائل نظری
در این عقل پرورش میده و بعد اگر امکانش داشته باشه ابراز میکنه. اگر بی‌طرفی به این منظوره که ما هرچی در ایران اتفاق بیفته نظری نداریم، نه، ما در مورد مسائل ایران نظر داریم، چون ما یک تلویزیون ایرانی هستیم و نمیتونیم بی نظر باشیم راجع به مسائل ایران یا احساس مسئولیت نکنیم. به عنوان شهروند و به عنوان خبرنگار و به عنوان رسانه این مسئولیت رو داریم، ولی ما تلاش خواهیم کرد که تک صدا نباشیم، یعنی در تفسیر خبر هم صداهای مختلف رو دعوت کنیم بیان در این تلویزیون نظراتشون رو بگن تا مردم بتونن آزادانه و با اطلاع بیشتر تصمیم بگیرن کدوم نظر بهتره. در مورد آنچه خبر هست، خب ما سعی نخواهیم کرد خبرها رو به نوعی که دلمون میخواد طبقه بندی کنیم. هر خبری اهمیت داشته باشه در برنامه خبری ما جا پیدا خواهد کرد. منتها ما باید این مسئله رو قبول بکنیم که یک تلویزیون ملی در مورد مسائل ملت و کشورش نمیتونه کاملا بی‌طرف باشه، برای اینکه بخشی از اون ملیت، بخشی از اون مردمه. یک تلویزیون خارجی که به زبون اون ملت صحبت میکنه میتونه کاملا بی‌طرف باشه، چون مسئولیتی نداره. بنابراین ما این مسئله رو خیلی روشن در نظر داریم، سعی خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد تا اونجایی که از امکان داریم خبر رو با تفسیر خبر قاطی نکنیم. خبر خبره، آدم به اون صورتی که اتفاق افتاده میده، بعد نظرش رو در برنامه دیگری جداگانه مطرح میکنه. ما نظر همه رو مطرح خواهیم کرد و اگر هم ضرورتی باشه در مواقعی که خود تلویزیون به عنوان نهاد، به عنوان یک رسانه نظری اعلام کنه، مدیر این شبکه آقای رمضان پور پهلوی من نشستن، ایشون میان جلوی دومبرین و نظر کل رسانه رو اعلام خواهند کرد. من اگر اجازه بدید اضافه کنم به صحبت‌هایی که آقای رفعت کردن، من فکر می‌کنم که ما این تلویزیون رو در شرایط عادی و طبیعی در ایران راه نمی‌ندازیم. مردم ایران در ایران در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر دسترسی به آزادی بیانی که یک ضرورت هست. بنابراین ما نمی‌تونیم نسبت به این شرایط بی‌تفاوت باشیم. از طرف دیگه بسیاری از کسانی که با تلویزیون ما و بسیاری از تلویزیون‌های دیگه در خارج از ایران کار می‌کنن، ایرانیانی هستند، چه به عنوان روزنامه‌نگار، چه به عنوان برنامه‌ساز، که رنجیده هستند از حکومت ایران، به دلیل اینکه حکومت ایران در درون ایران نه تنها امکان فعالیت اونها رو گرفته، بلکه بسیاری از اونها رو مورد آزار قرار داده. بنابراین در این شرایطی که بخش عمده‌ای از مردم ما رنجیده هستند از این شرایط، ما نمیتونیم این رنج رو بازتاب ندیم در تلویزیون خودمون. بنابراین ما در مقابل تحولات ایران، همونطور که آقای رفعت گفتن، بی‌طرف نیستیم. ما خواهان یک شرایط بهتر در ایران هستیم و این تلویزیون اونجا که داره خبر میگه، خبر دروغ معنا نداره، خبر گزاف معنا نداره، خبر بی اهمیت رو بزرگ نمایی کردن معنا نداره، ولی واقعیت اینه که مسئله فقط خبر نیست. مسئله اینه که ما صرف نظر از لیبل ها و برچسب هایی که دولت ایران درست کرده برای اینکه ایرانی ها را از هم جدا بکنه، بی یکی میگه جمهوری خواه، بی یکی میگه مشروط طلب، بی یکی میگه کمونیست، بی یکی میگه نفوذی، بی یکی میگه داخل کشور، بی یکی میگه خارج کشور، برانداز، همه این برچسب هایی که در واقع فقط برای این درست شده که ایرانی ها را از هم دیگه جدا بکنه، من فکر میکنم که ما باید بی اعتنا باشیم به این برچسب ها و اجازه بدیم که هر ایرانی هر نظری که داره، هر دیدگاهی که داره آزادانه مطرح بکنه. و خب طبیعیه که یک همچین دیدگاهی ممکنه که خوشایند حکومت ایران نباشه، خوشایند بسیاری از کسانی که خواهان ادامه این شرایط سخت برای مردم ایران هستند نباشه، ولی ما امیدواریم که یک فضایی رو ایجاد بکنیم که تا حد ممکن مردم ما بتونن حرفاشون رو بزنن و آینه ای باشه تلویزیون ما برای دیدن مردم ایران و زندگی در ایران. با سپاس از شما آقای رمضان پور و آقای رفعت. یک دو سه، یک دو سه. سلام، من علی اصغر رمضان پور هستم، مدیر و سردبیر ارشد تلویزیون رها. من احمد رفعت هستم. مهسا هستم، به عنوان مجری در تلویزیون رها با شما خواهم بود.
من محمد صفریان تهیه کننده برنامه فرهنگی روشن. من نازنین کاظمی هستم از اتاق خبر تلویزیون فارسی از اتاق خبر تلویزیون فارسی رها. درود بیکران، من جاوید هستم تهیه کننده مجله ورزشی تلویزیون رها. مهشاد هستم گوینده خبری شبکه رها. ما هر هفته با یک برنامه 40 دقیقه‌ای به سراغ شما خواهیم اومد و از چم و خم دنیای فرهنگ و هنر سخن خواهیم گفت. ما هر هفته 40 دقیقه با رخدادهای ورزشی به خونه های شما خواهیم اومد. خوشحال میشیم اگر پذیرای ما باشی و ما رو با این برنامه 40 دقیقه ای همراهی کنید. با ما هر هفته همراه باشید. با ما باشید. با ما باشید.
Thank you.